سرخط مهمترین خبرها، وزیر مهنت میگوید مهاجرت از تاجیکستان کمتر شده است. صفیه خان را میجستند اما جسد دو زن را از دریای سر یافتند. و پرزیدنت آمریکا گفت برای آتش‌بسی نو در غزه گفتگوها جریان دارند. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 14 فوریه است. وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید سال گذشته سفر مهاجران از کشور به خارج کمتر شده است. گلناره حسنزاده 13 فوریه در نشست خبری گفت سال گذشته 652 هزار نفر از تاجیکستان برای کار به روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها رفتند. با گفته خانم حسنزاده این آمار نظر به سال 2022 16% کمتر است. آمارهای اعلان کرده مقامات تاجیکستان درباره مهاجران همیشه بحث برانگیز بوده است، در حالی که مقامات روسیه تعداد مهاجران از تاجیکستان را بیش از 1 میلیون میگویند، مقامات تاجیک همیشه شماره آنها را کمتر نشان میدهند. وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان روزی گذشته به خبرنگاران گفت آنها تنها نفرانی را مهاجر می حسابند که پتن دارند. در جریان نشست مطبوعاتی خبرنگاران از وزیر مهنت پرسیدند که چرا مقامات تاجیک به نقص حقوق مهاجران در روسیه واکنش نمی کنند. گلناره حسنزاده مسئولیت را از گردنش ساقط کرد و گفت روسیه قانون و قاعده های خودش را دارد و آنها از مهاجران می خواهند که آنها را رعایت کنند. سخنهای وزیر در حال صدا می دهند که مقامات قرقیزستان و ازبکستان به آزار و اذیت شهروندانشان در روسیه واکنش می کنند. بینندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره با نظر کارشناسان در برنامه اخبار آزاد تقدیمتان می شود. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان 13 فوریه با پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل تلفنی گفتگو کرده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان در شرح این صحبت نوشته است دو طرف دورنمای همکاری های دوشنبه و بروسل و از در افغانستان، تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان و دیگر موضوعها صحبت کردند. سامانه اتحاد اروپا نقشه کاری شارل میشل را برای این هفته نشر کرده است که در آن گفتگو با امامعلی رحمان درج شده است، ولی اتحاد اروپا درباره این صحبت جزئیات نداده است. این سازمان بارها از وضع حقوق انسان در تاجیکستان نگرانی کرده، از دوشنبه خواسته بود که به تعهدات خود پایبند بماند. از جمله پارلمان اروپا روز 18 ینوری امسال با قبول قطعنامه از مقامات تاجیکستان خواست عهدهای داده اش را برای رعایت حقوق انسان اجرا کند. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده میگویند که از دریای سر جسد دو زن را پیدا کردند. دفتر مطبوعاتی کمیته از این زنها نام نبرده، تنها گفته است یکی از آنها 30 و دیگری 47 سال داشته است. هر دوی آنها ساکنان نوحه باباجان غفوروف بودند. با گفته نزدیکانشان یکی از این زنها آخر ماه دکمبر سال گذشته و دیگری ماه ینوری امسال بیدرک شده بودند. یکی از آنها بیماری روحی بوده است. مقامات میگویند که جسد این دو زن را در وقت کافتوکاب صفیه خان رحمت و 9 ساله پیدا کردند. این نورس 6 روز باز بیدرک است و والدینش باور دارند که در دریای سر غرق شده است. مقامات میگویند دریا را تا مرز ازبکستان جستجو کردند اما از صفیه خان درکی نیافتند. یک ساکن شهر کلاب شکایت دارد که 4 ماه است مقامات دزدان خانه او را پیدا نمی کنند. ماه اکتبر شخصان ناشناس به منزل مهتاب زایرا و درآمده به گفته خودش با مبلغ قریب 500,000 سومان پل و تلاواری را غارت کردند. مقامات چی میگویند؟ در گزارش محمود جان رحمت‌زاده میبینیم. این صحنه از یگان فیلم دتکتیوی نیست. افراد نیقاب پوش به خانه مهتاب زایرا و به نیت دزدی درآمده اند. حادثه شب 19 به 20 ماه اکتبر سال 2023 در شهر کلاب رخ داده است. از جزودان مهتابی، تیلاوری و پولش را برده اند. قریب به 500,000 سامانی. سری خستم میگم که خیلی چی کنم. نوستم و سوم بتم میرم خونه دمه بینم. سوم کم همه کم میکنم سوم کم نیستای. هایم ستین ترزده نگم میکنم که از شمال میا. میرم ترزده را اسم میکنم که ترزده نیستای. گفتم او خیام تاریک بودم که خونه را دز زدای خستم و من با سری بچه ما گفتم که هم تاریک خونه را دز زدای خی رفتیم او وردیم چی رفتیم ملیستا را خی خوار دادیم ملیستا اومدن. ساکینان کلاب از افزایش دزدی در خونه هایشون شکایت میکنند. حالا مهتابی گله دارد که مقامات در پیدا کردن دزدان کشال کاری میکنند. میگم ایجا اوجا میگم میشوا فقط همی گپشون هم تره میشوا قریب شیدای نمی میرم اینجا میگه قریب شده با تلفن ما قصوز نمیگیرن. تلفن میکنه میگه که او زیاد جدایم اینجا دایم میگم خیلی کاری ما چشید خیلی قریب شده اینم گفشونم تریه. در دادستان شهر کلاب گفتن تفتیش دزدی در منزل مهتابی زیر نظری آنهاست.
ولی به صورت عموم دزدی نزیاد بلکه کمتر شده است. نسبت به سال گذشته جنایت دزدی سال 2022 حالت به قید گرفته شده بود، در سال 2023 اینون 88 حالت به قید، یعنی که 119 عدد جنایت دزدی کم به قید گرفته شده گیه. سال 2023 از 88 جنایت دزدی 72 تای آن آشکار و به گناهکاران جزا داده شده است. دادستانی ها میگویند یگان پرونده دزدی به تفتیش نخواهد ماند. اما مهتاب بیزویرو میگوید چون این سخن ها را در این چهار ماه ده ها بار است میشنود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلا. سنت پلته بالای پارلمان آمریکا لایحه قانون درباره 95 میلیارد دلار کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان را قبول کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، به طرفداری از این سند 70 نماینده رای داده 29 کس مخالف برآمده است. اکنون لایحه قانون به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده می شود که زیر نظارت جمهوری خواهان است. رسانه ها نوشتن این احتمال قبول شدن این بسته کمک در مجلس نمایندگان را خیلی کم می کند. پرزیدنت جو بایدن چند ماه است که از کنگرس می خواهد روند کمک به اوکراین و دیگر شریکان ایالات متحده را در حوزه اقیانوس آرام و هند سرعت بخشند. حکومت اوکراین هشدار داده است که اگر آمریکا کمک های خود را قطع کند، ممکن است کیف با کمبود اسلحه روبرو شود، آن هم در شرایطی که حمله های ارتش روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارند. پرزیدنت آمریکا جو بایدن خبر داد که کشورش برای یک آتش‌بس 6 هفته اینا در نوار غزه تلاش دارد. بایدن 13 فوریه پس از مذاکرات با شاه اردن عبدالله دو گفت قرار است این آتش‌بس در دایره معامله نو میان اسرائیل و گروه حماس انجام شود. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی شناخته شده است. جو بایدن گفت برای به دست آمدن صلح و امنیت فعالانه کار کرده استادیم که هم مردم فلسطین و هم اسرائیل به آن سزاوار هستند. بایدن گفت آتش‌بس 6 هفته اینا از یک سو آزادی گروگان‌های اسرائیل را فراهم می‌کند و از سوی دیگر امکانیت می‌دهد که کمک‌های بشری بیشتر وارد غزه شوند. اما سنه این آتش‌بس هنوز معلوم نیست. طبق آخرین خبرها دور نو مذاکرات برای آتش‌بس در غزه در شهر قاهره مصر برگزار می‌شود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهم‌ترین تحولات تاریخی در روز 14 فوریه را فرا می‌گیرد. چهاردهم فوریه سال 2011 در 83 سالگی رشته عمری تاریخ شناسی معروف اکادمیک نومان نعمتف کنده شد. این محقق در یک ردیف با تاریخ نگاران برجسته مثل بابا جان غفوروف یاد می شود و یکی از پژوهشگران مهم عهد سامانیان به حساب می رود. یکی از آخرین کتاب هایش با نام خارقه تاجیکان یا فینمن تاجیکف بخشیده به 1110 سالگی دولت سامانیان در سال 1999 نشر شده است. 14 فوریه در جهان چون روز عاشقان تجلیل می شود که چند قرن پیش چون روز ولنتین در جامعه اروپا رایج شده، هم اکنون به کشورهای مثل تاجیکستان هم رسیده است. نظر جامعه اکثر مسلمان نشین تاجیکستان به این اید یکسان نیست و اگر یک گروه تجلیل آن را یک بهانه دیگری جوانی و اظهار محبت استقبال کند، گروه دیگری آن را چون یک اید مسیحی برایش بیگانه می نامد. 14 فوریه سال 1989 زادروز تهمینه نیازی و یکی از خوش‌آوازترین هنرمندان استرادای تاجیک است. نبیره شش مقام خان معروف بای محمد نیازوف سال 2008 برنده آزمون 5 زویست انتروی دینیه گردید. ختم کرده دانشگاه هنرهای زمانوی روسیه، آهنگ های پاپ را به زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و هم شش مقام خانی را تجربه می کند. یک کاربر رادیوی آزادی نوشته است در شبکه فیسبوک به اعلان درباره دادن قرض با فایض پس روبرو شد. این کاربر به این اعلان باور کرده با مؤلف صحیفه در تماس می شود و این مؤلف صحیفه از او می خواهد که برای گرفتن قرض یک مقدار مبلغ گذراند. این کاربر به این نفر باور کرده نخست به او چند مقدار مبلغ می گذراند، ولی نه مبلغ خود را باسپس گرفته می تواند و نه این قرض را. همروز در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام چنین اعلان‌ها را زیاد دیدن ممکن است. اگر می‌خواهید که شما به دام چنین قلابان نیفتید، پس درس‌های سواد رسانه‌ای رادیوی آزادی را تماشا کنید.
ترول‌ها، بوت‌ها و اخبار جعلی موضوع است که در فضای اطلاعاتی موثر بیشتر اهمیت پیدا می‌کنند. ترول‌ها و بوت‌ها آدمان یا برنامه‌های اداره‌شونده هستند که با مقصد دستکاری افکار جمعیتی توسط ایجاد شبهه محتوا را دیداری‌سازی و انتشار می‌کنند. اما بیایید این موضوع را تا حد دقیقاً بررسی کنیم. ترول ها معمولاً در فعالیت های اینترنتی نوشتن پیام ها و ارسال محتوا با مقصد ایجاد اختلاف، انتشار اطلاعات بردروغ یا تنها برای سرگرم کردن مخاطب از حساب دیگران شرکت می ورزند. حساب ها و صحیفه های جعلی یا فیکی را در شبکه های اجتماعی نیز ترول ها می نامند که در پس منظری آنها آدمانی واقعی قرار دارند. آنها به عوض پول یا تحت فشار در شبکه اینترنتی شرح و ایضاح فرمایشی می گذارند و هدف آنها اکثر وقت دیده‌بودن است و ویران کردن قاعده ها و معیارهای رفتاری آنلاینی است. بوت ها برنامه های خودکاری هستند که می توانند سپارش سازی و تنظیم آنها را به صورت آنلاینی انجام دهند. از آنها برای ایجاد حساب ها در شبکه های اجتماعی، محتوا و انتشار اخبار جعلی یا خود فیکی استفاده می کنند. بوت ها را هم برای هدف های خوب، مثلا برای خودکارسازی وظیفه های معمولی و هم با قصد خرابکاری ها، مثلا به خاطر دستکاری افکار جامعه ایجاد می کنند. عادتاً ترول ها و بوت ها در عرفه رویدادهای مهم سیاسی مخصوصا فعال می شوند. تحلیل ها نشان می دهند که اکثر مورد آنها حکمیت وقت را ستایش می کنند. در زیر پیام های صحیفه های رسمی سیاست مداران استناد مقاله ها به سامانه های اطلاعاتی شرح گذاشته انتقاد شخصان اعتراضگر و نامقبول را پشتیبانی می کنند. ترول ها و بوت ها عادتاً یک جای کار می کنند. این کاری یک نفر نیست، بلکه فابریکا یا فرما ها عمل میکنند که هر یک کارمند آن همزمان مدیریت تا 20 عدد حساب های جعلی را به عهده دارد و همه روزه صدها شرح میگذارد. با این راه آنها میتوانند به افکار جامعه تاثیر رسانند. بوت ها در اینترنت به آدمان مشخص حمله میکنند، خبرهای فیکی را انتشار و نقطه نظرهای معین را بدنام میسازند. بوت ها بین خود بحث ها ایجاد کرده با لایک زنی و با نشر مواد موضوع های فرمایشی را به طور سنعی به موضوع داغ و روزمره تبدیل می دهند. علاوه بر این وظیفه آنها در برابر بررسی موضوع های ناچیز توجه را از اصل مسئله دور کردن است. بوت ها هیچگاه فکر خود را بیان نمی کنند، بلکه آنها از منفیت های فرمایشگران خش دستگیری می کنند. در حقیقت آشکار کردن ترول ها و بوت ها آسان نیست. ایجاد صحیفه بوت ها یا خود حساب های فیکی می تواند از یک چند ماه تا یک چند سال طول کشد. در این مدت حلقه دوستان را زیاد می کنند. عکس ها می گذارند. عادتاً از این گونه عکس های صحیفه های آدمان واقعی در دیگر کشورها نسخه برداری می شوند. استناد ها و یادداشت ها نشر کرده می شوند تا اینکه پروفایل واقعی و باوربخش جلوه‌گر شود. در شبکه های اجتماعی حتی اکانت های تثبیت شده یا خود وریفیکاسیه شده می توانند قلبکی یا فیکی باشند. از این رو بعضن بوت ها رو از شخصان واقعی فرق کردن خیلی دشوار است. یکی از راه های مبارزه با ترول ها، بوت ها و خبرهای قلبکی رشد ملکه های تفکر انتقادی و قابلیت تحلیلی اطلاعات، اینچنین تفتیش دلیل ها و استفاده منبع های با اعتماد اطلاعات می باشد. علاوه بر این الگوریتم ها و تکنولوژی های مخصوص وجود دارند که به آشکار و مبارزه با خبرهای قلبکی و پهنشوی آنها مساعدت می کنند. معین کردن بوت ها در اینترنت وظیفه نسبتاً دشوار است، زیرا امکان دارد آنها برای تقلید رفتار انسان برنامه ریزی شوند. با وجود این یک چند نشانه ها موجودند که می تواند در معین کردن بوت ها کمک رساند. یکم، نمایه یا پروفایل حساب. بوت ها معمولاً دارای پروفایل های خالی یا بسیار محدود با تعداد زیادی نوشته های تصادفی و املاهای غلط و نامناسب هستند. آنها اینچنین خیلی کم مشتری داشته با تعداد خیلی زیادی حساب ها پیروی کردند. دوم، فعالیت. بوت ها می توانند 24 ساعت در شبانه روز فعال باشند و در مدتی کوتاه محتوای زیادی را نشر و شرح دهند. آنها همچنین هنگام شب یا در وقت فعالیت کمی کاربران می توانند به طور غیر عادی خیلی فعال باشند. سوم، رفتاری معمولی. بوت ها امکان دارند نمونه های رفتاری قابل پیشگویی یا معمولی به مانند بازنشر به طور خودکار یا شرح و ایضاح واژه و عباره های کلیدی خاص داشته باشند.
4. Посухҳо ва паёмҳо. Ботҳо ба паёмҳо ё шарҳҳо умумию қолабӣ ё номураттаб посух диҳанд. Онҳо инчунин метавонанд аз ибораҳои такрорӣ ё истинодҳо ба захираҳои беруна истифода баранд. 5. Вокуниш ба чолиш. Агар шумо шубҳа кунед ки ҳисоб бот аст, метавонед онро ба чолиш кашед. Масалан, бо пурсидани саволҳои душвор ё дархост аз он барои иҷрои як амали мушаххас. Ботҳо метавонанд ба тарзи боварнок кардани бениҳоят зуд ё номуносиб посух диҳанд. Дезинформатсия ё дурӯғпароканӣ чи аст ва он чӣ гуна ба ҷомеа таъсир мерасонад? Ин унвони дарси минбаъдаи мо аст ки манзури шумо хоҳад шуд. Бо дарсҳои саводи расонаӣ дар Радиои Озодӣ. شبانه روز گذشته قربی روبل روسی به تغییر بوده، ارزش دلار آمریکایی باشد کمی بالا رفته است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 119 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. تشکر که تا آخر ما را همراه کردید. برنامه را به دوستانتان فرستید. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم.